با تقدیم درود خدمت سروران عزیزم، جلسه سوم یا بخش سوم از گفتگوی خودمان را در خصوص مواجهه و شگردهای متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین دین اسلام رو اجرا می کنیم در خدمت شما بزرگواران. در جلسه دوم یا بخش دوم که پیشتر تقدیم حضورتون شد، به آنجا رسیدیم که بخشی از این متکلمان بنابر نقل فارابی در کتاب احصاء العلوم، کسانی هستند که معتقد هستند اگر بخشی از تعالیم دینی یا ادعاهایی که در درون دین می شود، عقایدی که یک مؤمن بدان پایبند هست، با خرد همخوان نبود، ما باید بپذیریم که چون اینها توسط یک موجودی آمده، توسط یک نبی یا فرستاده ای آمده که نمیتوان در قول او کذب پیدا کرد و تمام سخنان او مبتنی بر حقیقت و راستی است، بنابراین ما قبول میکنیم حتی اگر کاملا هم مخالف با عقل باشه. به همین دلیل خردهای انسانی راهی به آنچه که خردهای خدایی عنوان کرده اند ندارند. اما چون این متکلمان احساس میکنند که خب باید بیان و کلام خودشون رو حداقل در همین مسئله هم مدلل بکنن، ادعا کردن که بله، اگر ما میپذیریم که بر فرض پیامبر اسلام چون این گفته با خرد ما همخوان نیست و ما میپذیریم، دلیل این است که ایشان مطمئنن انسان راستگویی بوده و دلیل راستی و راستگویی او ابتدا معجزه هست. یعنی هر کسی که معجزه دارد، کلامی که میگه حقیقت داره، راست. در حالی که بسیاری از کسانی که چه بسا شعبده بازند، فالگیرند، برخی پیشگویی هایی میکنند که بعضا درست هم عذاب در میآید، دلیل بر این نمیشه که اون شخص راستگو باشه، چون اینها دو مقوله متفاوتی هستند. اما همان فرض این بزرگواران رو هم حتی ما بررسی کردیم، یعنی اشاره کردیم که مسئله معجزات یک از کانال عقل میتوان اون رو نقد کرد که حالا محل بحث ما نبود، چون خود این موضوع نیازمند یک جلسه برنامه های مفصلی است که دلائل معجزات و رد اونها رو به بحث بنشینیم. بخش دیگر دلائل نقلی است، یعنی آن چیزی که در خود کتب همین افراد که به اون پایبند هستن آمده، که ما آیات متعددی از سوره اسراء طه اشاره کردیم که به صراحت اشاره شد که محمد معجزه ای نداره. شما وقتی به آیه 133 سوره طه مراجعه میکنید، میگن که چرا معجزه ای ندادی؟ و او هم خب طبیعتا میگه خب به کتب پیشینیان مثلا نگاه بکنید و نمیدونم آدرس های نامربوط میده، یا مثلا در جاهای دیگر اشاره میکنه که منم مثل شما بشری هستم عادی. بنابراین ایشان معجزه ای نداشته. ما نقل ابن هشام رو هم آوردیم در به نظر من مهمترین دادگاهی که مشرکان مکه تشکیل دادن، با حالا اون ظاهر خاص خودش، که اگر محمد مدعی هست که نبی هست، خب بیاد جواب ما رو بده، بیاد برای ما نشانه هایی بیاره که ما مشخص بشه که او معجزاتی داره، همون گونه که مثلا موسی برای فرعون و ساحرانش آورد، همون گونه که دیگر حالا به نوعی انبیا آوردن بنابر کتب دینی. خب شما هم که میگی من از جانب اونها هستم، ادامه دهنده راه اونها هستم، خب زحمت بکش برای ما هم یه سری معجزاتی بیاور. ابتدا از او خواستن که این زمین ما رو فراختر بکن، ما چاه آب ندادیم، محیط حجاز این گونه است، شرایط زیست ما رو تسهیل کن. خب اون وقت ما متوجه میشویم که بله، تو از جانب خدا آمدی، حداقل خدا برای تو ارزشی قائل. ایشان نتوانست. بعد اشاره کردن خب حالا برای ما که نکردیم، حداقل برای خودت سعی بکن یک باقی، بوستانی، ثروتی، چیزی بیاد که ما متوجه بشویم که خداوند به تو یک عنایتی داره. باز هم ایشان ناموفق بود و میگفت آقا من برای چیزا نیومدم. نکته دیگر این بود که گفت خب حالا شما که معجزه نیاوردی برای اثبات نبوتت، اما دائما به ما وعده جهنم میدی، وعده عذاب الهی میدی، دائما قصه غرق شدن فرعون و کافران در زمان نوح و انواع و اقسام حالا به نوعی سنگ شدن قوم ثمود و عاد و این چیزا رو برای ما میگی، یک نمونه شما به ما نشون بده، خب ما که حاضریم، برای ما یک معجزه بیاور که ما مجازات بشیم. باز ایشان تفره رفت. خب این نقل ها به همراه آیات قرآن و کتب حالا به نوعی تاریخی نشان میده که پیامبر اسلام اساسا معجزه ای نداشته، بنابر همان نقل.
هرچند بعدها خب افرادی آمدن سعی کردن برای برکشیدن محمد برای اون معجزاتی دست و پا بکنن. خب نمیشد انبیاء بنی اسرائیل معجزه داشته باشن محمد نداشته باشه. هرچند پیروزی محمد ربطی به حق بودن کلام اون نداشت، بلکه مسائل نظامی بود. یعنی ایشان تا زمانی که در مکه تشریف داشتن صد و اندی انسان پیشا پیرامون اینها بودن و دعوتش هم تا حدود سالهای هفتم هشتم موفق بود. بعد از اون دیگه دعوت موفقی نداشت تا سال 13 بعثت که مجبور شد هجرت بکنه. و بعد داستان شمشیر و گرفتن کاروان و وعده غنایم و اینها سبب شد که اعرابی هم که خب تمایل به این نوع رفتارها داشتن وقتی ایدئولوژی رو موافق طبع خودشون دیدن به سمت او بیان. اما خب طبیعتاً یک مسلمان مؤمن نمیتونست بپذیره. مگه میشه محمد معجزه نداشته باشه؟ اون وقت بنی اسرائیل برای سلیمان و داوود و موسی و هارون و انواع اقسام این افراد معجزه بتراشن؟ خب پیامبر ما که کم از اون نیست، خاتم النبیینه. ما باید یه جوری دست او رو بگیریم، کمک کنیم، یه ویلچری بهش بدیم که ایشون حرکت بکنه. نمیشه با پای لنگ حرکت کرد. بنابراین شروع کردن به نوعی معجزه سازی. گشتن در کتاب‌های مختلف ببینن کجا میتونن پیدا کنن. حالا اومدن مثلا شق القمر رو که اصلا ربطی به محمد نداره، میگوید ساعت قیامت نزدیک شد، ماه شکاف. خب این ربطی به مسئله قیامت داره، اصلا ربطی به معجزه محمد نداره. در جاهایی هم که اشاره مستقیم شده به صراحت گفته من بشری هستم مثل شما. خب اونجا میگه من بفهمم این شق القمر. اما خب مسلمان به دنبال دلیل تراشی است، میخواد یه دلیلی رو بسازه که دیگران رو قانع کنه. البته بعدا خودش هم قانع میشه به اون دلیل، دلیل دروغینی که ساخته. و این دلیل تراشی رو ما خیلی داریم دوستان. شما فرض کنید کسی در حال عبور، یه 1000 یورویی، 100 یورویی، 10 یورویی، یه چک 50 میلیونی چیزی پیدا میکنه. خب در اینجا میگه خب چیکار کنم، بگیرم نگیرم؟ خب میدونه که پول مال اون نیست، اما خب برای اینکه خودش رو قانع بکنه، وجدان خودش رو آسوده بکنه، نیازمند دلیل تراشیه. میگه خب من نگیرم که دیگری میگیره. اگه من نگیرم چه بسا یه گاو و گوسفندی اومد اینو خورد. اگر نگیرم چه بسا بارانی بارید و این خیس شد و رفت داخل جوی آب و گم شد. خب از دقیقا من میگیرم، برای اون شخصی دعایی میکنم. حالا اگه در ایران باشم یه فاتحه‌ای میخونم، خیلی اگه با معرفت باشم یه 1000 تو صندوق صدقات میندازم که به نوعی به اون برسه، بقیه‌اش هم واسه خودمه. این دلیل تراشی از اینا ما ایرانی‌ها خیلی زیاد داریم، بقیه جهان دارن. منتها حالا من ناظر به مردم عزیز خودمون عرض میکنم. خب این دلیل تراشی برای نبوت پیامبر اسلام در درون اسلام شروع شد. برای همین دلائل نگاری آغاز شد، یعنی دلائل و نبوه. حالا برخی اعلام و نبوه دلائل و کتاب نوشتن، از ابو داوود سجستانی گرفته تا ابن قتیبه، ابن ابی دنیا، ابو نعیم اصفهانی، بیهقی، همین رو دلائل نگاری کردن. گشتن در داخل حالا کتاب‌های تاریخی این طرف اون طرف پیدا بکنن ببینن مثلا کجا رو میتونن یه چیزی از دل اون در بیارن. شروع کردن شق القمر کرد و نمیدونم فلان کرد و کوه حرکت کرد و آب رفت و اون یکی اومد و این داستان‌ها. گاهی آنقدر هم مضحک شد که حالا زندیات کسروی احتمالاً اشاره می‌کرد که حالا تو یکی از این جلساتی نشسته بود با افراد مختلف، یکی اومد گفت پیامبر ما با این همه معجزات شما چگونه اون رو منکرید؟ گفت خب مثلا چه معجزه ای؟ گفت آقا پیامبر ما با سوسمار حرف میزد. گفت چگونه حرف میزد؟ گفت به زبان عربی صحبت میکردن، اینا سوسمار هم زبان عربی. گفت خب این که معجزه سوسماره، کسی که به زبان عربی میتونه صحبت کنه، خب من به زبان فارسی میتونم صحبت کنم، صحبت من که معجزه نیست. اما اگر سگی بیاد به زبان فارسی صحبت کنه، اون داره معجزه است، میتونه به زبان فارسی صحبت کنه. یعنی دیگه اینقدر هم سعی نمیکردن مسائل استدلالی بیارن، چون کارشو تحمیق مؤمنان بود دیگه، مهم نبود. که شما الان دقت بفرمایید، این دلائل نگاری ها نه تنها از محمد گذشت که در ادبیات فقهی و حالا به نوعی روایی شیعی به امامان هم رسید، یعنی هر 12 تاشون هم اهل معجزه بودن. حالا جدشان محمد که معجزه نداشت هیچ، علی ابن ابی طالب انواع اصلا معجزات رو داره، رد شمس میکنه. یعنی چی؟ آقا خوابیده بوده، خورشید گذشت، ایشون کاری میکنه که خورشید برگرده، که روز بشه دوباره ایشون بتونه نماز بخونه. دقیقا همون کارهایی که در حالا
بازگرداندن خورشید در زمان یوشع ابن نون مثلا وجود داشت، در زمان سلیمان مثلا در ادبیات بنی اسرائیلی ها وجود داشت، اینا هم اینو ربط دادن به علی، گفت علی هم همچین کاری کرد، در حالی که اصلا نیاز نیست خورشید برگرده، زمین باید نوع گردشش فرق کنه. خب این نوع دلایل نگاری ها در مورد علی ابن ابی طالب، در مورد امامان شیعه، در مورد حالا حتی برخی از آخوندها روحانیون فتو فراونه. شما دیدید اخیراً یکی آقای اومده گفت یه مردشوری بود داشت، این آقای مسبار رو میشست، ایشون بلند شد یه لبخندی زد و فلان. خب ببینید چرا، چون اینها میدونن که مؤمنان ذهن استدلالی ندارن، ذهن منطقی و پرسشگر ندارن، هیچ وقت نمیگن چرا، و وقتی کسی چرا نگوید، مخاطبینش چرا نگویند، او هم راحته، در یک حصار محافظت شده ای قرار میگیره، و وقتی در یک حصاری قرار گرفت هر مزخرف و مهملی رو میگه. طرف مقابلش هم که خب چرا و چگونه نمیکنه که، میپذیره دیگه. این روحانیون عزیز هم فکر میکنن خب ما بر روی منبر میشینیم، هر مزخرفی خواستیم به مردم میگیم، هیچ کس هم نه جرأتشو داره چرا و چگونه بکنه، نه اساسا علمش هم داره که چرا و چگونه بکنه. ما هم میگیم از منبر میایم پایین، پولو میذارن تو پاکت، تحویل ما میدن و سوار ماشینمون هم میکنن، میرسونن به مقصد، مسجد بعدی. از مسجد علی ابن موسی میریم به مسجد فاطمه الزهرا، اونجا هم یه چیزی واسه خلق الله میخونیم، یه پولی هم اونها به ما میدن. چون ذهن استدلالی نیست، ذهن منطقی نیست، اینها ترجیح میدن هر مزخرف و مهملی رو بگن. امروز اگر میبینید همین معدود انتقاداتی که به همین حرفهای رو آخوندها میشه، فردا میان حرفشون رو پس میگیرن، این در یه سری آخوندهای دیگر این رو ایجاد میکنه که آقا من همچین چیزی نگم که آبروی من بره. حداقل از 100 تاشون 5 تاشون ملاحظه میکنن این حرفا رو نمیزنن. اما در گذشته اینها نبود، ذهن استدلالی وجود نداشت، هر حرفی رو میزدن دیگران هم قبول میکردن. خب این دلایل نگاری ها بعدها به وجود آمد، مهم هم نبود که برخلاف قرآنه، چون به نفع اسلامه، به نفع محمده، پس مورد تایید اسلام هم بود. اگر ما در قرآن نوشته داریم که محمد معجزه نداشته، مهم نیست، مهم اینه که ما میخوام حقانیت اسلام رو نشون بدیم. هر چقدر در فضائل و مناقب پیامبرمون اغراق بکنیم بد نگفتیم، اتفاقا ایشان خوشحالم میشه، در روز قیامت و بهش میاد شفاعت ما رو هم میکنه، در بهشت هم یه پارتی میشه، دو تا از اون حوریای بهترش رو سوا میکنن به ما میدن. خب اینجوری فکر میکنه یک مؤمن. دروغگویی ها، اغراق گویی ها کار رو به جایی میرسونه که به هر حال این عرصه گسترده میشه برای دلایل نگاری، انواع و اقسام دلایل. علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که من به راههای آسمان بیشتر از راههای زمین آشنا هستم. حالا میخونیم که ایشان علمش کجا بود. یک نمونه من از شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه آوردم بخونم، شما ببینید علم این امام چی بود. بعد میگه من به راههای آسمان نسبت به راههای زمین عالم ترم. بعد تو همین کتاباشون هم هست، با ماهی صحبت میکنه، نمیدونم با انواع اقسام جانوران سخن میگه، یکیشون که حالا ضامن آهو میشه در مسیر آمدن به مشهد. از این داستان ها متاسفانه هست، و یک عده ای که واقعا انسان به این استضعاف فکری اینها وقتی نگاه میکنه متاسف میشه، به این چیزها هم باور میکنه. بنابراین ما سعی کردیم ادعای متکلمین مبنی بر یک مقدمه در صدق گفته های انبیا که معجزات باشد رو رد کنیم، با استفاده از خود متون خودشان. حالا دلایل عقلی که برای رد معجزات هست که بسیار گسترده تر و رد اون خیلی ساده تره، اما ما اشاره کردیم که طبق دلایل نقلی معجزه‌ای رو نمیتوان به محمد نسبت داد. اما فارابی ادامه میده، بحث رو به بخش دوم نظر اونها میپردازه، یعنی که خب یک بخش معجزاته، حالا بخش دوم چیست؟ از قول اون متکلمان می آورد، می گوید دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او یعنی محمد و بر مقامش در پیشگاه خدای عزوجل گواهی دادند. ما بارها داستان ابوبکر رو آوردیم که به دروغ گفته بود بله من معراج رفتن محمد رو تصدیق می کنم، به او لقب صدیق داد، داره که دروغ گفته بود. او تو از کجا دیدی؟ ندیدی، اما گواهی خلاف واقع داده بود.
در معامله خزیمت ابن ثابت انصاری آمد، گفت بله من معامله رو تصدیق میکنم. ما اینا داستاناشو خوندیم دیگه، محل بحثمون نیست. خب این دروغگوها کنار این آقا بودن، با تایید این دروغگوها محمد میشود راستگو. اتفاقا چون خود محمد دروغهای اینها رو تایید میکرد، القاب میداد صدیق، ذو الشهادتین و اینها، خودش یعنی ام الدروغگو بوده. اگه بنده ببینم کسی داره بر علیه شخص دیگری و به نفع من دروغ میگه، شرافت من ایجاب میکنه بگم نه خیر همچین چیزی نبوده، یا حداقل بگم سکوت کن، تو که در جریان نبودی برای چی اظهار نظر میکنی؟ نه اینکه بیام او پاداش بدم، شهادت او رو معادل دو مرد حساب کنم چون در معامله به نفع من شهادت داده. این شیادیه، چیز دیگه ای نیست. یک عقل معقول و متعارف تشخیص میده که این شیادیه. کسی آمده میگه چون تو نبی هستی، در دعوای تو در مورد یک فروش شطور با یک اعرابی، من طرف تو رو میگیرم. بعد منم چون نیاز به دو شاهد دارم، میگم خب این ذو الشهادتینه، یعنی صاحب دو شهادت. مورد دیگه، مثلا شما عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که برادر رضای عثمان بود، او جز مسلمانان بود، کاتب وحی بود. آیه نازل میشد، ایشون تغییر میداد. محمد میگه هو مثلا بر سمیع اون علیم، ایشون میگفت سمیع اون حکیم. محمد میگه ما همین رو بنویس، این خوبه. عبدالله میگه فتبارک الله احسن الخالقین، محمد میگه آن خیلی چیز خوبیه، اینم تو آیه اضافه کنیم. کار به جایی رسید که عبدالله گفت مرد حسابی، تو که میگی اینها وحیه، از جانب خدا میاد، تغییری در اون نمیشه داد، در کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، پس من چطور اینا رو تغییر میدم؟ تو میگی آقا همین درسته، پس معلومه دروغ میگی. یعنی ذهن یک عرب 1400 سال پیش فهمیده بود، با اون محیط حالا جغرافیایی خاص خودش که حالا فلسفه و منطق و اینا اونجا وجود نداره، ولی فهمیده بود که این آقا داره دروغ میگه. چگونه کلام برای کلمات خدا تغییر دهنده ای نیست، اما وقتی میگوید سمیع اون حکیم، من میگویم سمیع اون علیم، شما میگه همینو بنویس. مرتد شد، برگشت به مکه، گفت آقا این آقا هم آدم راستگویی نیست، حرفایی که میزنه من تغییر میدم، اینم تایید میکنه حرفای من. محمد دستور قتل او رو داد که حالا با پادرمیانی عثمان او رو بخشید. اما همین واقعه برای یک انسان تیزهوش صاحب درک و فهم مشخص کننده است که چه کسی دروغگو بوده. حالا ما اینها رو از لابلای کتابای خود مسلمان ها در میاریم، یعنی اگر مخالفین محمد می نوشتن چه بسا دروغهای عجیب و غریب تری از او مشخص می شد. خب یکی از این دست دروغگوی ها در همون زمان هم وجود داشت. چقدر از صحابه محمد دروغ می گفتن، اصلا دروغگوی جزء کارهای اونها بود. وقتی برای قتل کعب ابن اشرف، برای قتل ابو افک، برای قتل ابو رافع افراد رو می فرستاد، سفیان ابن خالد حزلی و دیگران، میگم آقا ما بریم دروغ هم بگیم، مثلا میگم خب بگید اشکال نداره، برای هدف دروغ هم بگید، یعنی بگید ما دشمن محمدیم، به اون شخص نزدیک بشید، وقتی اعتماد رو جلب کردید رو بکشید. خب پس دروغگویی در اسلام برای رسیدن به هدف مجازه. وقتی اصل دروغ در درون اسلام مجازه، خب طبیعتا یک متکلم هم میتونه دروغ بگه، یک فقیه هم میتونه دروغ بگه، یک راوی هم میتونه دروغ بگه به نفع دین خودش، چرا نگه؟ اگه پای آبروی محمد بسط باشه، معلومه دروغ هم میگن. وقتی شما یک بی اخلاقی رو به رسمیت شناختی به عنوان حاکم، طبیعتا کسانی هم که محکوم تو هستن دروغ میگن. وقتی امام مجوز دروغ میده، طبیعتا مأموم هم اهل دروغگوییه. پس ما میبینیم این مسئله که افرادی بر صدق اون نخی عبدالله ابن سعد نویسن به صراحت اشاره کردن دروغگوه، و افراد دیگری هم همین گونه بودن. حالا به انواع اقسام القاب اینها رو میگفت، ابو جهل، ابو عامر راهب، ابو عامر فاسق، نم انواع اقسام اینها کم نبودن این افراد که نبوت محمد رو قبول نداشتن. حتی ابو سفیان در سال 8 هجری زمانی که خواست مسلمان بشه، به همراه عباس به نزد محمد آمد. عباس به او گفت بگو لا اله الا الله، هیچ خدایی نیست به غیر از این الله. گفت من اینو قبول دارم، چون خود اونا هم اعرابم الله رو قبول داشتن به عنوان خدای برتر البته. بعد گفت خب به نبوت محمد شهادت بده. گفت اندکی در دل من شک و تردید هست، یعنی اینکه تو نبی هستی بنده قبول ندارم، شک دارم. آنجا عباس تهدیدش میکنه، میگه مگه دوست داری گردنت رو بزنن؟ بعد ایشان اشاره کرد که بله من به نبوت شما هم شهادت میدم، گواهی میدم.
پس ایشون به حتی اساس نبوتشون راستگویی وجود نداشته، با تهدید بود. بسیاری افراد رو با تهدید به نبوت این آقا دوچار کردن. به همین دلیل بعد از مرگش اکثر قبایل عرب از اسلام برگشتن. حتی اواخر حضور او، یعنی در زمان بیماری او، اسود انسی آمد، مسیلمه آمد، طلحت ابن خویلد آمد، افراد دیگر رو ادعای نبوت کردن، کلی هم پیرو دور بر اونها جمع بود. پس اینها مشخص نیست که همه متفق القول گفته باشن ایشون راستگوه. نه خیر، بسیاری از صحابه شما دروغگو بودن. اصلا علم رجال شما برای چه آورید؟ اصولیون یه علمی دارن، علم رجال. مثلا بریم ببینیم آقا این آدمی که مثلا در فلان جایی گواهی داده آیا آدم صادقی بوده، آیا توانسته این روایت رو درست ضبط بکنه، انتقال بده، در اون زمان زنده بوده، اما اصلا این شرایط. شیعیان راویان اهل تسنن رو قبول ندارن به عنوان کسانی که دروغگو هستن، اونا هم اینا رو قبول ندارن. بعد حالا اینا، شما فکر کنید در بین اینها بحث از راستگویی میشه. خب پس دومین پایه‌ای که همین متکلمان به دنبال نشستن بر پایه آن هستند تا بتوانند آن نتیجه رو اثبات بکنن هم مخدوشه. پس بنابراین با مقدمات مخدوش که غیر قابل یقین هست، غیر قابل صدقه، نادرسته، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که او راستگو بوده، پس حالا ما باید حرف اونام بپذیریم. هرچند اگه او راستگو هم بوده باشه، نمیتوان مسائل غیر عقلایی رو پذیرفت. خب ادامه میده فارابی در شناسایی این بخش اول از متکلمان. ایشان میگوید پس اگر راستگویی شارع را بر مبنای راهکارهای ذکر شده، یعنی معجزه و نقل گواهان، درست بدانیم که ما گشاره کردیم این گونه نیست و باور داریم که امکان ندارد دروغ گفته باشد، که ما اشاره کردیم امکان دارد که دروغ گفته باشد و حتی هم گفته، دیگر شایسته نیست که در هر چه گفته است برای تعقل و تأمل و کنجکاوی و اظهار نظر فرصتی باقی گذاریم. یعنی یک سری پیشفرض ها رو از قبل، مغالطه رها نکردن پیشفرض، پیشفرض ها رو اثبات شده دیدن، در نتیجه گفتن خب وقتی ما این پیشفرض ها رو داریم در نهایت باید بپذیریم، در حالی که اون پیشفرض ها هنوز اثبات نشد، هزاران شواهد نقض اون وجود داره. پس بدین نفع نتیجه مخدوش میشه. خب برمیگرده به گروه دوم. حالا اینا دسته دیگری از متکلمین هستن که ابزارهای دیگه ای دارن. گروهی دیگر از متکلمان برانند که برای تأیید شریعت باید نخست با الفاظ خود واضع شریعت به تجسم صورتی از آن بپردازند، سپس به محسوسات و مشهورات و معقولات توجه کنن. خب محسوسات یعنی همون چیزی که ما داریم میبینیم دیگه، مسائل عینی، اون چیزی که پیرامون ما، روز، شب، زمین، باغ، جنگل. مشهورات نقل، روایت هایی که به ما رسیده، آیه قرآن، راویانی که برای ما گفتن، نقل هایی که به ما شده. معقولات هم یه سری اصول عقلایی است، مثلا منع اجتماع و ارتفاع نقیضین و نمیدونم از این مسائل مختلفی که به عنوان حالا بدیهیات ازش نام میبرن که حالا جای بحث گسترده ای داره که اساسا آیا چون چیزی هست یا نیست، مسائلی که در درون اون بناهای عقلایی است، یعنی نه حسیه نه نقلیه، خود انسان مثلا میتونه اون رو متوجه بشه. و اگر در آنها یا حتی در وابسته های دور آنها، یعنی چند مرحله بعد از مثلا محسوسات یا نتایجی که از اون استخراج میشه، چیزهایی بیابند که در یاری شریعت سودمند باشد، از آنها بهره برگیرند. یعنی اگر ما نگاه میکنیم حالا محسوساتی این به نفع ما باشه، میگیم آقا خیلی خوبه، ببینید میشه ازش کمک گرفت برای اثبات دین. حالا بیشتر مسائل استقرایی که حالا برای برهان نظم یا برهانهای دیگه، برهان علیت اینها میگه، از همین داستان هاست. و اگر چیزهایی بیابند که متناقض با شریعت باشد، حالا چیکار میکنن؟ بتوانند لفظ واضع شریعت را چنان تأویل کنند که این تناقض از میان برود، چنان کنند. یعنی مرحله اول اینه که ما دیدیم از محسوسات، مشهورات و معقولات، چیزهای به نفع دینه، خب اینو میگیریم به مردم نشون میدیم، میگیم ببین
دیدی الاغو دیدی؟ کیفیت خلقت الاغو دیدی؟ خدا هم همونجوری خلقت کرده ما رو. در قرآن اومده دیگه، کیفیت شطور رو مثلا نگاه کنی. خب اگر نگاه بکنن ببینن خب نه، اینجا با دین مطابقت نمی کنه، با اعتقاد دینی همخوان نیست، فرض مثلا برهان شر با خدای خیر محض مطابقت نمی کنه. خب حالا چیکار بکنیم؟ اولین کار اینه که اگه بتونیم این لفظ شر رو جوری برگردونیم که متناقض با دین نباشه، یعنی با الفاظ بتونیم بازی کنیم، یک معناگردانی خودسرانه انجام بدیم، این کارو میکنیم. خب حالا اگه نشه چی؟ ادامه میدیم. حالا اگر مشهورات و محسوسات به طور صریح و آشکارا در تضاد با یکدیگر قرار گیرند، مثلا وقتی که محسوسات یا لوازم آنها موجب چیزی باشد و مشهورات یا لوازم آنها موجب امری ضد آن. مشهورات که عرض کردیم همین نقلای قرآن و روایت و اون چیزی که از دین آمده به دست اینها رسیده، حالا با محسوسات ما مطابقت نمیکنه، اون چیزی که ما آزمایش کردیم تجربه کردیم میبینیم نقلای اینجوری چیزی نیست. حالا من مثالش خواهم ارائه کرد خدمت شما. حالا چه میکنن؟ در این صورت بنگرند و ببینند کدام یک از اینها برای تأیید آنچه در شریعت است نیرومندتر است، همان را برگیرند و آن دیگری را رها کنند و باطل. خب حالا اینجا یه قضیه درنگی بکنیم، من یک مصداقی ارائه کنم از جناب آقای سروش دباغ که در واقع راهشون هم همین راهه. یعنی اگر حالا مثلا خب به من یک دیندارن دیگه، ببینن یک مسئله در شرع آمده ولی با آن چیزی که علم ما میگه، حالا اون موقع بودن محسوسات و اینها، چیزی که علم ما آمده مطابقت نمیکنه، باید چیکار بکنیم؟ حالا من اینو میخوانم، بسیار نکته جالبی داره. خب در مقاله‌ای که ایشان نوشته به نام الهیات روشنفکری دینی، که حالا با منوی اشاره میکنه در ابتدا که همین نظراتی است که افرادی مثل آقای مشتهد شبستری، مثل آقای سروش و دیگران دارن، حالا اومدن که ببینیم ما چه میتوانیم بکنیم برای نجات دین. خب من این نکات رو میخوانم، بسیار جالبه. ایشون در بخشی از این مقاله در صفحه 9 به یه مسئله اشاره میکنه که بله در آیه 7 سوره طارق آمده که منی انسان، که حالا نطفه انسان رو به نوعی تشکیل میده و بعد صاحب فرزند میشند و اینها، در قرآن آمده که از پشت مرد یا ستون فقرات مرد و سینه زن مثلا به وجود میاد. خب این خدای سروش هم میگیم با علم مطابقت نمیکنه، خلاف علم. حالا ما چه بکنیم؟ خب ایشان ادامه میده بعد از آوردن این مسئله، حال برای رفع این تعارض ظاهری میتوان آیه را متکلفانه به نحوی قرائت کرد که با دستاوردهای زیست شناختی جدید سازگار افتد، یعنی مرتکب مغالطه معناگردانی بشیم، بگیم آقا این یه معنای دیگه ای داره، آیه را سازگار بکنیم، نگیم آقا این بله نمیخونه باید بذاریمش کنار، نه باید ازش استفاده کرد، دین داریم دیگه. خب بعدشون ادامه میده همین مسئله رو، شقوق مختلف حالا مواجهه رو میاره و بعد اشاره میکنه یک مدلی رو میاره که آقا این مدل آقای لاکاتوش هست که شما اگر مثلا برای حفظ یک هسته دست به نوعی بازسازی کمربندهای محافظتی بزنید، هسته حفظ میشه، یعنی دیگه اساس دین دیگه زیر سوال نمیره، علم مطلق خدا زیر سوال نمیره. یعنی بگیم آقا اینا رو درسته که همچین مطلبی آمده ولی بر اساس فهم مردم آن زمان بوده، یا بگوییم که بله اینا بد نوشته شده، از کجا معلومه چون این باشه، به هر حال یه سری انقلتهایی بیاریم اما خدا و علم او رو زیر سوال نبریم، بگیم او درست گفته ما نمیفهمیم. خب بعد از آوردن این آقا مدل لاکاتوش رو نمیدونم این داستان‌ها، اشاره میکنه مسائلی از سنخ نزاع علم و دین و یا عقل و وحی در وهله نخست معطوف به کمربند محافظتی دین است،
یعنی تعارض میان یافته های بشری و فهم متعارف از متن مقدس، در واقع چنان که در نمونه سوره طارق دیدیم، دستاوردهای معرفتی جهان جدید یعنی علم جدید می تواند با فهم رایج از متن مقدس ناسازگار افتد. بله، علم میگه اینجوریه، دینی واقعی واضح گفته اینجوری نیست. حالا چه میگه؟ برای رفع ناسازگاری می توان کمربند محافظتی را مرمت کرد و احیانا به صورت بندی نوین آن پرداخت. یعنی بیم شیادی بکنیم، دقلکاری بکنیم، آسمون رو ریسمون ببافیم، بالا و پایین رو به هم بچسبونیم، چیزی بگیم که به هر حال نجات بدیم، دین رو نجات بدیم، کمربند محافظتی. شما الان میدونید این ویروس که حالا آمده یه هسته‌ای داره، حالا مشکل عامیانه عرض میکنم چون بنده که زیست شناس نیستم، یک محافظی داره که حالا پروتئین ها و ویتامین ها و انواع اقسام این چیزها هستن. میگوین وقتی شما اینها رو دستتون رو میشویید، با شستن دست یا استفاده از حالا مواد ضد عفونی کننده، این پروتئین دور هسته که در واقع اون هسته مرکزی از اون تغذیه میکنه شسته میشه، از بین میره، و وقتی او از بین رفت ویروس از بین میره. جناب آقای سروش دباغ حرفش همینه، میگه این ویروس اسلام رو شما وقتی میخواید حفظ کنید باید اون کمربند اون پروتئینش رو حفظ کنید که بمونه، چون اگر این کمربند محافظتی از بین بره اون هسته هم از بین خواهد رفت، این ویروس کرونا. ویروس دین اینگونه حفظ میشه. شما میبینید آخوندها افراد هیچ وقت بلد نیستن از اصل دین دفاع کنن، بلکه به دنبال یاد گرفتن مغالطاتن که اون کمربند محافظتی رو حفظ کنن. حالا ما اشاره خواهیم کرد که اساساً با چه روشایی دارن. خب اینو در صفحه 11 آورده. حالا یه نمونه هم میگه. به عنوان مثالی دیگر تمام احکام فقهی اجتماعی را وابسته به سیاق قلمداد کردن و در زمره عرضیات انگاشتن و به ترجمه فرهنگی آنها همت گماردن. مثلا ببینید راه ها رو میگه، میگه بگیم اینا عرضیاته، اینا مربوط به زمان خودش بوده، در حالی که قرآن اشاره میکنیم برای ابد. آیه 42 سوره فصلت به صراحت میگه هیچ باطلی در اون راه نداره، چه گذشته چه آینده. مگه علم خداوند محدود به زمان و مکانه؟ مگه خداوند فقط مربوط به مردم مکه و مدینه بوده؟ اگه بوده پس چرا شما مسلمانی؟ خودتو بگو من ایرانی هم مسلمان نیستم. اگر خداوند بر اساس فرهنگ مردم حجاز به شما حکمی داده، خب شما بگو آقا جایی مربوط به فرهنگ حجازه، بنده که ایرانی هم مسلمان نیستم، چرا میگه من مسلمانم؟ اگر محدود به زمان هم بوده این هم نقضیست بر عدلی شما. خب محدود به زمان بوده، شما که الان 1400 سال بعد از محمد داری زندگی میکنی، خب دیگه چرا مسلمانی؟ بگو بنده مسلمان نیستم، چون اسلام مربوط به زمان خودش بوده. رفتار شما با گفتار شما متناقضه. این در مسائل منطقی میشود درویی، حالا جدا از دغلکاری و شیادی میشود درویی. آنجایی که به ضرر شماست میگوی اینا محدود به زمان خودش بود، عرضیاته. اما زمانی که به نفع شماست، حج هم میرید، نماز هم میخونید، روزه هم میگیرید، جهاد هم میکنید، اما اقسام کاران هم میکنید، میگید آخه حکم خداست، درسته 1400 سال پیش آمده، اما اگر بنده بخوام با سکینه خانوم برم عقد کنم، یه قال رسول اللهی باید بخوانم، انکحت و زوجتک باید بخوانم. خب بس چه شد؟ این دغلکاری ها بس نیست؟ اینا رو برای تحمیق مردم میگن که جلوی اونها رو منبر نشستیم، در نمیدونم مدرسه سهروردی، ملا صدرا، در نمیدونم تورنتو و اینجور جاها، خوبم بلدن اینجور جاها برن، دومشون رو بزنی، سرشون رو بزنی، سر از اون طرف ها در میارن، اما خب به اسلام همیشه باهاشون هست. چهار نفرم جمع میکنن یه صندلی و یه ساندیسی و شینی هم میدن، مردم هم میرن پای بحثشون، چهار تا حرف از مولانا بزنیم و سه چهار تا از فلانی بیاریم و عطار بگیم و از اینها رد و یابس به هم ببافیم، بگیم آخ ببین چقدر من عالمم در همه زمینه ها، زمینه اخلاق من نظر میدم، زمینه زیست شناسی من نظر میدم، زمینه درد معده و زخم معده و زیب پوست و مو و زیبایی من نظر میدم، در زمینه فلسفه ویتگنشتاین من نظر میدم، در زمینه قرآن من عالمم. خب وای که نمیشه عزیز من، بزرگترین مفسده امروز ما همینه، لاپوشانی کردن، دروغ گفتن، چون خوب بلدن تحمیق کنن
دائما تو این شبکه، تو اون شبکه، اینا رو دعوت میکنم، بیاد آقا شما بیاد یه حرفی بزنید، مردم رو تحمیق کنید. خب بحث از عرضیات، زمانمند بودن، خب اینا کمربندای محافظتی که دیگه به اصل دین یعنی علم خداوند اشتباهات اون دیگه خدشه وارد نشه. خب در صفحه 11، این گونه می توان با بازسازی کمربند محافظتی همچنان هسته را نگاه داشت، یعنی این جرثومه نکبت و این ویروس رو همیشه نگاه داریم، اما به روز رسانیش بکنیم، جهش یافتش بکنیم. خب این مسئله بود که ما در بخش دوم میتونیم به اون بپردازیم. یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، به بخش های بعدی خواهیم پرداخت، چون نزدیک به 5 بخش داره و اسناد متعددی که بنده خدمت شما ارائه خواهم کرد. بخش سوم رو هم در اینجا ختم میکنم تا بخش چهارم بدرود.